ای روشنایی های دور از دست، ای خوبتر همزاد های کوچه تاریخ، زیباترین افسانه های دور بر صفحه دل های باران خورده غمگین، ای مانده دور از من چون جان به من نزدیک. تاجیک ها، تاجیک ها، تاجیک. وقتی که همراه نسیم عشق بر بام رویاها گذر کردم، از شهرهای خسته تبدار تا کوچه های زنده این باغ مست و غزلخوان دیده تر کردم، وقتی که دستی همچو گل رویید آغوش گرمش سرپناهم بود، وان خیر و نقض و رحمت این شهر در کولباری زاد راهم بود، وقتی که زیبایی دریغی بود بر گونه های دخترک سرریز، خوشابه های روشن لبخند روی لبانش مثل گل آویز، وقتی که با یک واژه دل می شد از دست و دنیا رنگ دریا داشت، دریا دلی در صبح باغستان در باغ جان بذر غزل می کاشت. از راه باغستان گذر کردم آنجا که ایرانم گلفشان بود، وان کعبه دل نام جاویدش ایران زمین مهد دلیران بود، چون رودکی بر چنگ میزد چنگ تا مولیانم همسفر میشد، بو نصر اوریان بودم و بانگش میریخ در دل دیده تر میشد. روستای باغستان نزدیک تاشکند، نوروز 71. علیرضا نوری‌زاده، به همه شما ناظرینانم سلام میکنم. 8 فروردین، 28 ماه مارس، جمعه. بله، چون نوروزی به تاجیکستان و تاشکند و به ماوراءالنهر گذشته بود، چون شعر اون سالها رو براتون خواندم که بینندگان تاجیک ما هم بدونن همیشه دل ما با آنها هست. روز 8 فروردین، 8 نوروز، جمعه پیش عید شد، این جمعه میریم به هفته دوم نوروز. دو خبر برای من امروز بالاترین خبرها بود. یه خبر که در رابطه با نامزدی جنرال سیسیه که به طور تفصیل در قسمت دوم برنامه راجبش صحبت خواهم کرد، ولی در قسمت اول برنامه خبری دیدم از یک منبع بسیار مطلع در داخل وزارت خارجه. خبر این بود که جمهوری اسلامی در شرایطی که مردم ایران در این فشار اقتصادی دردناک هستند، به یک کشوری که خودش نفتخیز و پول داره یعنی ونزوئلا کمک میکنه، کمک نظامی، امنیتی، اقتصادی، و واحدهای ضد شورش سپاه رو فرستاده اونجا تا یک تیپ ضد شورش درست بکنن برای آقای مادورو، شاگرد شوفری که حالا اومده رئیس جمهور شده، در برابر مردمی که خسته از این شعارها، از چاوزی که رفت، از معاونش که آمد، مردم نمیخوانشون، مردم بلند شدن ولی سرکوب میکنن و جمهوری ولایت فقیه هم داری یادشون میده. در منطقه ونزوئلا، به هر حال در آمریکای لاتین، رژیمای سرکوبگر نظامی زیاد بودن، ولی ونزوئلا یه حالت خاص داشت. حداقل ونزوئلا از دهه 70 میلادی در قرن گذشته، حکومت‌هایی که داشت اگرم دیکتاتور بودن از نوع آدم کش نبودن، مثل شیلی نبود، مثل آرژانتین و گالتیری نبود، آن چیزایی که ما پینوشه نبود، و دولت‌هایی که می اومدن اولا
نظام انتخاباتی بود خیلی شبیه آمریکا، تلاش میکرده باشه معاون رئیس جمهور بود، دو حزب قوی بودن. چاوز قاعده رو به هم زد. چاوز که اومد یک رژیم پوپولیستی دیکتاتوری، یعنی احمدی نژاد بود، منتها شاید یک ظرفیت های بیشتر از احمدی نژاد داشت. من توی دوستان تحلیلگر و کارشناس خیلی آدم سلیقه سنگینی هستم، باید دیگه کسی چجوری به دلم بچسبه قبولش داشته باشم. یکی از کسایی که قبول دارم دکتر رضا تقی‌زاده است. دکتر تقی‌زاده از چند جهت برای من با ارزشه. یکی اینکه اولا تخصصی داره در مسئله پرونده اتمی ایران، اتم، و همینطور در زمینه‌های اقتصادی نقطه نظرهای بسیار از برجسته‌ای داره که بهش اعتقاد دارم. استاد دانشگاه، کارشناس، و قبل از انقلابم از اونایی نبود که ادا دراره، نه، با وجودی که تحصیل کرده بود، درس خوانده بود، انسان فرهیخته ای بود، ولی برگشته بود تو کشورش خدمت کنه، نه اینکه شعار بده. و طبیعی است وقتی بعد از انقلاب شاگرد سوهان فروشا اومدن وسط و هوچی های چپول، جایی برای دکتر تقی‌زاده نبود، اما دانشگاه اینجا آغوش به روش باز کرد و امروز هم یکی از تحلیلگران و کارشناسان ارزشمند ماست. درود میفرستم به دکتر تقی‌زاده عزیزم و ممنون که تو برنامه من هست. سلام به شما آقای تقی‌زاده، خیلی خوشحال از حضور در برنامه شما. سلام به بینندگان شما و با تبریک سال نو به همه فارسی زبانان، به خصوص فارسی زبانان ایران زمین ما، چه در خاک میهن چه خارج از خاک میهن. من برنامه شما رو با همین مقدمه و شعری که شروع کردی با علاقه بسیار گوش کردم و دیدم. تنها چند لحظه ای که به من پرداختی دقایقی بود که میخواستم از اون زودتر بگذرم. امیدوارم اگر بار دیگه به میهمانی برنامه شما آمدم این بخش آخر درز گرفته بشه. و میدونم که خیاط خوبی هستی. نه چون دفعه سیاسی خوب. نه دفعه اول دکتر اومده بودی تو برنامه من، قاعدتا شما جایگاه ویژه‌ای دارید در برنامه تفسیر خبر هستی، در خیلی برنامه‌های دیگه با دوست نازنینم علیرضا میبودی در برنامه‌های او، و بنابراین چون بار اول بود که اومده بودی تو برنامه به هر حال دوست قدیمی، لازم بود بنده خیر مقدمی خدمت شما عرض کنم. دکتر تقی‌زاده، من این معمایی که برای من ایجاد شده، شما وقتی با یک کشوری روابط گسترده برقرار میکنید، این روابط قاعدتا یه چارچوب هایی داره، مصالح ملی در درجه اول قرار میگیره که بخشی از اون میشه مصالح اقتصادی، مصالح سیاسی، ولی کلن میشه مصالح ملی. بنابراین خیلی طبیعی است که مثلا بین ایران و عراق روابط نزدیکی وجود داشته باشه، بین ایران و ترکیه همینطور، پاکستان همسایگانمون، بین ایران و روسیه، بین ایران و بعضی کشورهای اروپایی، و حتی بین ایران و آمریکا. ولی شما وقتی که روابطی با یک کشوری برقرار میکنی که هواپیمایی که گذاشتی پرواز کنه به سوی اون کشور، که قرار بوده درنگی هم در دمشق بکنه، چون یه جوری این دو تا سه تا روابط به هم پیوند خورده، یعنی آقای چاوزی که میرفت صدامو میبوسید، با بشار هم همینجور، هواپیما 4 مسافر داره میره که هر بار 800,000 دلار، نمیدونم 700,000 دلار ضرر میخوره. ایران در اونجا دست دهنده داشت، حالا غیر از یه مدتی که ونزوئلا بنزین به ما داده. این چه اصراریه؟ کجای بعد این رابطه استراتژیکه؟ آخه جمهوری اسلامی میخواد از ونزوئلا آمریکا رو بزنه. شما به عنوان یه تحلیلگر که مسئله رو خوب بررسی کردی، چه جوری به قضیه نگاه میکنی؟ کاملا حق با شماست. تنها تفاوت در تعریف این است که واقعا مناسبات خارجی ایران مصالح رژیم رو در نظر میگیره یا مصالح ملی رو. اگر روابط شکل متعارفی داشت، همونطور که از همسایگان ما یاد کردید، بایستی ارتباطات خارجی ایران بر مبنای توسعه و دفاع از منافع ملی کشور تنظیم میشد، در حالی که بسیاری از مناسبات خارجی ایران بر اساس حفظ مصالح رژیم تنظیم میشه. حتی در ارتباط با کشورهای همسایه مثل عراق و ترکیه که شما به درستی از اونها
عنوان همسایگان بزرگ ایران یاد کردید و توسعه مناسبات راهبردی با اونها در جهت حفظ مسائل ملی ایران یک امر ضروری هست، اون هم حتی تحت تاثیر مسائل دولت قرار گرفته یا مسائل رژیم که دولت بخشی از اونه. در ارتباط با ونزوئلا که یکی از نقطه های شروع مناسبات خارجی موکول به حمایت از دفاع از منافع و مسائل رژیم بوده، از سال 2000 و حتی قبل از اون این مناسبات شروع شده بود و در دوره احمدی نژاد به علت پول بادآورده‌ای که قیمت‌های افزوده نفت در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته بود توسعه پیدا کرد. همه ما فراموش کردیم واقعا که مناسبات با کشورهای آمریکای لاتین و نگاه جمهوری اسلامی به آفریقا که هر دو نگاه‌های سیاسی امنیتی بودند و نه در جهت منافع ملی ایران، سالها قبل از احمدی نژاد شروع شده بود. فقط احمدی نژاد و چاوز در شکل همدیگه قیافه یک رفیقی رو دیدن که با وجود نداشتن زبان مشترک فرهنگی و زبان محاوره با هم دوست شدن، همدیگر آسون بغل گرفتن. با آخرین تصویر رو شما حتما خوب به خاطر دارید، زمانی که احمدی نژاد به سوگواری آقای چاوز رفت وقتی که او در اثر بیماری سرطان در کوبا جونش از دست داده بود، برگشته بود به ونزوئلا، مرده بود و او مادر آقای چاوز رو بغل گرفت و بوسید که این جنجال سیاسی هم درست کرد. ولی اولین دیدار رئیس جمهور ونزوئلا از ایران در سال 2001 صورت گرفت. آخرین سفر خارجی اگر اشتباه نکنم خاتمی در سال 2005 پیش از واگذاری دولت به احمدی نژاد به ونزوئلا بود، سفری که به آمریکای لاتین انجام شد و شاه بیت اون دیدار از اونجا بود. اینا همه قبل از آقای احمدی نژاد بود. درسته. و هنوز درسته. قبل از زمانی است که ایران پول بادآورده 6 ساله دولت نفت آقای احمدی نژاد رو داشته باشه. دکتر ببین، یه چیزایی رو آدم وقتی نگاه میکنه، تا پایان سال 2008 کمک‌های جمهوری اسلامی به ونزوئلا شامل ساخت کارخانه مهمات، کارخانه مونتاژ خودرو، کارخانه سیمان و بعد در بخش انرژی و کشاورزی و ساخت مسکن و زیرساختا رو شروع کردن. یعنی همین پروژه مسکن سازی در اونجا که اینا راه انداختن، به هر حال پروژه پرهزینه ای بود که سود و زیانش رو حساب بکنید حتی سپاهی هم که در این ماجرا بود چیزی گیرش نمیاد. بعد ونزوئلا یک بار که گفتن 21 یا 20 تا هواپیمای F-16 ممکنه بخواد به ایران بفروشه، هواپیمای آمریکایی، چنان آمریکایی‌ها تهدیدش کردن که زود این مسئله مسکوت ماند. ولی در مقابل جمهوری اسلامی رفت براشون هواپیمای پهپاد ساخت، هواپیمای پرنده بدون سرنشین. حق با شماست. من آمار دیگه ای رو بگم که ثابت میکنه این مناسباتی که در دوره احمدی نژاد به اوج رسید و باعث شد میلیاردها دلار، صحبت میلیون ها نیست، میلیاردها دلار دارایی ایران تا به حال حرام بشه و صرف توسعه مناسبات با ونزوئلا بشه، از کدوم نقطه شروع شده؟ در سال 2001 مجموعه حجم تجارت خارجی ایران با ونزوئلا 189,000 دلار بوده، صحبت میلیون نیست، 189,000 دلار. من یادم میاد وقتی شاگرد مدرسه بودم سال آخر دبیرستان، با یک همکلاسیم شرکتی درست کردم برای خرید بخشی از محصولات یک شرکت آمریکایی به اسم کلارک در نمایشگاه بین‌المللی تهران به نمایش گذاشته بود و ما وسایل نظافتی که اونها رو می‌خواستیم بخریم و بعداً بفروشیم، گرفتم به بانک ایران و مصر 200,000 دلار از اونها قرض گرفتم با این آقای معتمدی همکلاسی خودم که این شرکت رو درست بکنم. شما فکر کن که 7 سال قبل 200,000 دلار یا بیشتر از اون یک شاگرد مدرسه میتونست کاسیبی بکنه توی ایران، در حالی که حجم مناسبات تجارت خارجی مشترک ایران و ونزوئلا در مجموع در سال 2001 189,000 دلار بوده و این حجم در سال 2008 به فقط 56 میلیون دلار افزایش پیدا کرده. در این حال ایران یک تعهد سرمایه گذاری 10 میلیاردی رو در ونزوئلا پذیرفته. این نشون میده که واقعا ونزوئلا به چه ترتیبی میتونه شریک استراتژیکی ایران باشه و شریک طبیعی تجارت خارجی ایران. بله کاملا. و این نکته که شما اشاره فرمودید در رابطه با
ارتباط ایران با ونزوئلا و آقای چاوز یه نکته جالب است که سفیر جمهوری اسلامی در کاراکاس اشاره میکنه، میگه که آقای چاوز اول شیفته رفسنجانی شد، اومد و رفسنجانی دید، خیلی به او علاقمند شد و بعد با خاتمی دیدار کرد و اگه یادتون باشه هر وقت هم اونجا میمد دیدن قذافی و صدام هم میرم. بعد میگه که زنگ زد به من گفت این احمدی نژاد چه جور آدمیه، منم گفتم خیلی آدم خوبیه، آدم از بستر مردم برخواسته و اینا، بلافاصله یه تلگراف خیلی گرم به ایش زد، به قول شما هم در نگاه اول خلاصه به هم دل باختن. و دو تا آدمه که حالت پوپولیستی کامل داشتن به اضافه اینکه یه حالت شورشی در برابر نظم جهانی و نفرت از امریکا، که البته من مال آقای احمدی نژاد رو زیاد جدی نمیدونستم، ولی چاوز یه حالت نفرت از آمریکا داشت و این خیلی حالت بدی بود، یعنی عنوان یه شاگرد فیدل کاسترو رفتارهایی که داشت، خب مقبول آقای خامنه‌ای بود اگه یادتون باشه، هر بار ایشان اومد ایران مدت طولانی با آقای خامنه‌ای نشست و گفتگو داشت. حق با شماست. برنامه‌های مربوط به توسعه مناسبات با کشورهای چپروی آمریکای لاتین با پیشگامی چاوز و دیدن استعدادی که در کشورهایی که در نگاه او ضد امپریالیستی ضد آمریکایی هستند از سالها پیش دیده شد، با پیشگامی اونها آغاز شد و این استعداد در جمهوری اسلامی به علت امکاناتی که جمهوری اسلامی داشت توسعه پیدا کرد و جمهوری اسلامی به خصوص در زمان احمدی نژاد که میخواست به سپاه هم آوانس‌هایی بده و سپاه سرتیر نوک پیکان این توسعه مناسبات در کشورهای آمریکای لاتین بود، این کمک ها رو در حد جنون‌آمیزی افزایش داد. حتی یک صندوق مشترک درست کردن که همه هزینه های اون رو ایران پرداخت با ارزش 2 میلیارد دلار برای کمک کردن و اجرای طرح‌هایی در کشورهای چپ آمریکای لاتین که مخالف امپریالیسم هستند به دید اونها، یعنی مخالفت با آمریکا سرلوحه برنامه‌هایی بود که این صندوق 2 میلیارد دلاری بایستی اون رو حمایت میکرد. شما به یادتون هست آقای دکتر نوریزاده، در ماه ژوئیه سال گذشته آقای طهماسب مظاهری وزیر پیشین اقتصاد جمهوری اسلامی در دولت احمدی نژاد و همینطور رئیس بانک مرکزی پیشین با یک چک 70 میلیون دلاری، البته رقم 54 میلیون دلار بود، میلیون دلار بود که معادل 70 میلیون دلاره، در فرودگاه دوسلدورف دستگیر شد. اول آقای مظاهری گفتن یک ساعتی هم زندانی بود به جرم قاچاق چک نقدی، ایران خوب در محاصره اقتصادی بود و نقل و انتقالات پولی هم برای ایران اشکالاتی داشت، ولی بعداً توضیحاتی که در تهران منتشر شد نشون داد که این آقا این چک 70 میلیون دلاری رو در شرایطی که هنوز زلزله زدگان آذربایجان بعد از چند سال زیر چادر زندگی میکنن همراه خودشون میبرده به کاراکاس برای تامین بخشی از هزینه ساختن 17,000 خونه ای که ایران از جیب خودش برای همشهریای آقای چاوز در کاراکاس میساخته. این تازه یک قلم از کاره. در سال 2009 زمانی که پولهای نفتی دولت احمدی نژاد زیاد شد و بعد فهمیدیم که 600 میلیارد دلار دارایی از ایران خارج شده، یکی از اقلام افزایش حجم کمک هایی است که ایران در اختیار ونزوئلا قرار میده. در حقیقت سپاه پاسداران و سپاه قدس این سرمایه گذاری ها و صدور سرمایه رو برای محکم کردن جای پا افزایش میدن. این با حجم سرمایه گذاری به 10 میلیارد افزایش پیدا کرد. این در وضعیتی است که صندوق ارزی دولت رو به خشکیدن در نتیجه نگرفتن مستقیم پول نفتی، ولی دولت همچنان به تعهدات خارجیش و اجرای دستورات سپاه عمل میکنه. دکتر خیلی نکته جالبی رو اشاره کردی، اینم خدمت عرض بکنم. من وقتی بررسی میکردم مثلا همین کشورهای چپی رو که شما اشاره کردی، وقتی آقای احمدی نژاد را میفته میره اکوادور مراسم تحلیف رئیس جمهورش حاضر میشه، بعد نگاه میکنید یا گواتیمالا نگاه میکنید مبالغی رو که ایران تعهد میکنه، مثلا چاوز میاد 50 میلیون دلار، ایران 200 میلیون دلار، در حالی که نفت ونزوئلا نفت بسیار خوبی مثل نفت لیبی سبک به آمریکا نزدیک، کشورهای آمریکایی میگیرن، وضع مالیش هم خوبه، حالا گندکاری های سابقش کاری ندارم. آقای خامنه ای در
پرتو و همون سیاست ضد آمریکایی که شما فرمودید، خیلی خوشحال از اینکه در ونزوئلا یه جزیره رو در اختیار مهاجران شیعه لبنانی گذاشتن، یه عده زیادیشون، و بعد اینا در ارتباط با حزب الله که بتونن اون شبکه قاچاقشون هم از اونجا اداره بکنن. یعنی در پس پرده واقعا منافع نامبارک و در تعارض با منافع ملی یه مش آدم سپاهی و سپاه قدس و دفتر بیت و بیت آقای خامنه ای و غیره، اینا هستن که از این تجارتی که تمام به ضرر ایرانه دارن بهره سیاسی میبرن. شما خیلی خوب اشاره کردید که اینجا منافع ملی مطرح نیست، منافع یک مجموعه ای در درون نظام هست. حالا دکتر، رسیدیم چاوز رفته و مادورو اومده، شاگر شوفری که اومده شده رئیس جمهوری، و الان کشور با این بحران بزرگ روبروست که مردم نمیخوانش، باز اینجا جمهوری اسلامی میره اونجا، سپاه میره که تیپ ضد شورش درست بکنه، در این زمینه شما چه اطلاعاتی دارید دکتر؟ خب با شماست. مادورو شاید، نیکولاس مادورو شاید بیشتر از چاوز حالا به کمک های نظامی ایران، در حقیقت کمک های امنیتی جمهوری اسلامی نیازمنده. سپاه پاسداران در طول 12-13 سال گذشته جای پای محکمی در ونزوئلا درست کرده. این جای پای شبیه جای پایی است که ایران پیشتر در لبنان و بعد در دمشق درست کرد، و همون کمک هایی رو که به شکل دادن حزب الله لبنان کرد، همون کمک هایی که در طول 2 سال گذشته به خصوص برای حفظ رژیم اسد در سوریه به عمل آورده، حالا در کنار آقای نیکولاس مادورو عملی میکنه این اقدامات رو، عرضه میکنه این کمک ها رو، برای اینکه بتونه از موقعیت دولت پوپولیستی جانشین آقای چاوز حمایت بکنه و این جای پای سیاسی رو در منطقه آمریکای لاتین حفظ بکنه. این نگرانی رو در سال 2007 اسرائیلی ها با انتشار یک گزارش برای اولین بار منعکس کردند. در سال 2009 کنگره آمریکا یک گزارش تحقیقی در مورد حضور نظامی ایران در منطقه آمریکای لاتین منتشر کرد. در سال 2012 کنگره دوباره یک گزارش دیگه همزمان با اعمال تحریم‌های یک جانبه، گزارش دیگری رو در این مورد، در مورد حضور نظامی ایران در ونزوئلا منتشر کرد. درسته که ما 6 ماه پیش دیدیم در یکی از این مانورهای نظامی که آقای مادورو حضور داشت، 3 تا هواپیمای بدون سرنشین کوچک رو به نمایش گذاشتن که اونها رو به اسم هارپی ازش یاد میکردن ونزوئلایی ها، و بعد از 2-3 روز همه رسانه‌های خبری به خصوص گزارش تحقیقی منسجم در روزنامه آلمانی دیبلت منتشر شد که گفت اینها رو با کمک جمهوری اسلامی در ونزوئلا تولید کردن. این بخشی از همکاری‌های نظامی بوده که سپاه قدس با ونزوئلایی‌ها با سرمایه ایران انجام دادن، ساختن کارخانه تولید مهمات و همینطور کمک به تولید موشک‌های میانبر در ونزوئلا، سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری از معادن اورانیوم. بخش‌های دیگر این سرمایه است که در مجموع 10 میلیارد دارایی ایران رو از بین برده. ولی من فکر می‌کنم مادورو، آقای دکتر نوری‌زاده، حالا بیشتر از همیشه سپاسگزار سپاه قدس باشه، برای اینکه همونطور که شما به درستی اشاره کردید، یکی از بخش‌های همکاری ایجاد یک گروه ضربتی ویژه در نزدیکی پایگاهی است که ونزوئلایی ها در اختیار سپاه قدس قرار دادن، و اونجا به غیر از ایجاد تأسیسات انباری و دستگاه‌های انتقال موشک، ذخیره کردن قطعات پیش ساخته اونها، به پرورش و آموزش نیروهای ویژه ضد شورش هم میپردازن. اینها نیروهایی هستند که در لبنان تعلیمات خاص دیدن، در جنگهای سوریه آزموده شدن، و حالا این سرویس و خدمات رو در اختیار آقای مادورو هم قرار میدن. فقط من اینجا بحثم رو با این جمله خاتمه میدم در این زمینه که حزب الله لبنان به علت داشتن تجربه در سیستم بین المللی، استفاده کردن از راه‌های قاچاق و استفاده از این راه‌ها در جهت صدور تروریسم، نیروهای قدس رو همکاری نزدیک می‌داده. اون چه که حالا ما در ونزوئلا شاهدش هستیم
استفاده از عوامل حزب الله و قدس برای توسعه تروریسم در منطقه آمریکای لاتین هم نیست. این اغراقی نیست. ونزوئلا دومی کشوری است که بعد از کولومبیا میتونه کوکائین به کشورهای دنیا صادر بکنه و راه موازی صدور مواد قاچاق صدور تروریسم هم هست. یکی از مناطق ورودی مثلا کشور مکزیک که ونزوئلایی ها میتونن به اونجا رسوخ بکنن. شما اون آقای منصوری که به جرم تروریسم چند پیش در نیویورک دستگیر شد و محاکمه شد قصه شو به یاد دارید. ونزوئلا 2000 کیلومتر خاک مشترک با آمریکا داره و نفوذ دادن عوامل تروریستی برای جمهوری اسلامی با استفاده از این راه دراز در منطقه فلوریدا مشکل نیست. دکتر بسیار ازت سپاسگزارم. بسیار خودم استفاده کردم و طبیعتاً بینندگان عزیز ما هم همینطور. ممنونم و با این امید که بار دیگر در خدمت دوست نازنینم دکتر رضا تقی‌زاده باشم. سپاسگزارم. خوشحال از گفتگوی مشترک با شما و بدرود تا فرصت گفتگوی دیگه. متشکرم. خب درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم میریم سراغ مصر. Mi destino, le, 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 le.
شکی ندارم آقای احمدی نژاد اگر برنامه رو تماشا بکنه یک بلند شده یه چرخی زده خلاصه، چون خیلی آخری عاشق لغت زبان اسپانیایی و ونزوئلا شده بود. به هر حال به کشورهای همون حال حوزه در اونجا غیر از برزیل که زبانش پرتغالیه بقیه اسپانیشن. و نکته جالب برای من اینه که برزیل به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی که الان میدونید که دنیا وقتی نگاه میکنن برزیل و کره جنوبی و هند و اینا به عنوان قولای جدید اقتصادی دارن میان بالا، البته چین هم جای خودشو داره و شکل موازنه اقتصادی تو جهان داره تغییر میکنه، و جمهوری اسلامی در رابطه با برزیل خیلی تلاش کرد. رئیس جمهوری قبلی برزیل هم خیلی نظر لطف داشت به جمهوری ولایت فقیه، ولی آنچه که اینا کردن به جای اینکه روابط رو با برزیل توسعه به صورت جدی بدن، مسائل پیش اومد، مسائل سیاسی، مسائل دیپلمات بد اخلاق و بد عهد و فاسد جمهوری اسلامی و از این قبیل مسائل که لطمه زد به روابط بین دو کشور و بیشتر تمرکزشون روی ونزوئلا. خب به تو گفتم میخوام برم سراغ مصر، اما قبل از اون ضروری میدونم در همین آغاز سال نو از یکی از شریفترین اهالی مملکت قلم یاد بکن، انسانی که در تمام این سالهایی که من کارش رو دنبال میکردم یک بارم فقط در رادیو فردا فکر میکنم با هم توی برنامه مشترک در یک میز گرد شرکت کردیم و از راه دور کاراشو دنبال میکردم. به زندان افتادنش درست مثل عبدالله نوری حسرت یک آخ رو به دل زندانبان و رئیس کل زندان ایران ولی فقیه گذاشت. دکتر احمد زیدآبادی را میگم. به مناسبت نوروز مرخصی نیز نصیب او شد. من نگاه میکردم به تصاویرش با فرزندانش و همسرش با خانوادش، این انسان وارسته که حاضر نشد قلمشو بفروشه، خریداران زیاد بودن از بیت گرفته تا سپاه پاسداران تا امنیت خانه مبارکه، بعضی هم فروختن، ولی زیدآبادی نه. زیدآبادی، دکتر احمد زیدآبادی، روزنامه نگار شریف، نویسنده شریف و اخلاقمند، امیدوارم این نوروز بر او و فرزندان و همسر و خانوادش نوروزی شادمانه باشه و هرچه زودتر شاهد حضور او در گستره مطبوعات و اندیشه و فرهنگ باشیم. صمیمانه سال نو رو به شما آقای دکتر احمد زیدآبادی، همسر فداکار و فرزندانت تبریک میگم و امیدوارم و مادر خانوادت و امیدوارم سال بسیار پربرکت و پرباری باشه برای یکی از آزادگان آل قلم. اما در مصر خب ما دنبال میکردیم، آقای سیسی رو همه منتظر بودن بیان و همه سوال میکرده این تردید مال چیه، چرا نمیده تکلیف رو روشن کنه. درست صبر کرد تا مهلت قانونی طی بشه، درست اون لحظه‌ای بشه که جامعه این آمادگی رو داره. خیلی ها رویای ریاست جمهوری مصر رو دارن و داشتن، ولی از روزی که سیسی اومد توی صحنه آنچنان محبوبیتی بین مردم پیدا کرد. امروز با دوست عزیزم جمال بزرگزاده همکارم با هم نشسته بودیم یه قهوه میخوردیم، یک آقای مصری که مهندس یکی از شرکت‌های معروف هست عبور میکرد، با جمال آشنا بود، ایستادیم صحبت کردیم. خوشحال بود از اومدن مصری، گفت مصر دوباره عظمت گذشته رو پیدا میکنه، عظمت دوران ناصر و آغاز کار سادات بعد از عبور و بعد از بازپس گرفتن سینا. و البته خب زمان عبدالناصر یه مقدار شعار بر شعور غلبه میکرد، ولی به هر حال مصر جایگاهی داشت که به اشاره مصر حکومت تو کشورهای عربی عوض می شدن و این آخری ها مصر خیلی سرشکسته شده بود. گاهی آدم می رفت به مصر افسوس می خورد چی شد مصر، چرا اینقدر
درون خود فرو رفته. در جهان عرب دیگه کلمه مصر که اونجور نافذ بود تأثیری نداره. فقر بود و نیاز به کمک. درنچه آدم یه مقدار سرفکنده میشه، یه مقدار سرشو میزه پایین، یه مقدار اون اعتماد به نفس رو نداره. سیسی این اعتماد به نفس رو به مردم بازگردانده و من الان میبینم با مصری‌ها که حرف میزنم همشون با این آمادگی و با غرور میگن میریم رأی میدیم که سیسی بیاد مصری که بر زمین افتاده دوباره بلند کنه، بردار. حتی آقای همدین صباحی که الان فعلا تنها رقیبشه، کس دیگر نداره، اونیز تصدیق میکنه که سیسی از جنس دیگریست. البته اخوان المسلمین معتقدن آمدن سیسی باعث جنگ داخلی در مصر میشه، چون اونا نقشه هایی دارن. همین امروز سعی کردن مصر رو با آشوب بکشن، دیروز همینطور تظاهراتی در بعضی از شهرها انجام دید، تو دانشگاه آشوب را انداختن. اما این رو بدونید، اخوان المسلمین با هر قدمی که در این زمینه میرن بیشتر مورد نفرت مردم قرار میگیرن. مردم مصر میخوان زندگی کنن. به قول جواد دوستمون میگفت انقدر مردم افسرد و آزردن. شما گفتم براتون، شما ممر درآمد مردم یک به یک به این بردی، صنعت توریسم 3-4 میلیون خارجی میرفت مصر، هتلای مصر همیشه پر بود. یعنی شما محال بود بتونید توی قاهره یک تو فور سیزن یا هیلتون یا شبرد یا شرایتون بتونید همیشه جا پیدا کنید. حالا طوری شده بود که التماس میکردن به 60 دلار اتاقی 350 دلار 400 دلار قیمتش بود. و همینطور در شرم الشیخ، قرداغه، شرم الشیخ، در تمام اونجاها که چه تشکیلاتی درست کرده بودن و چقدر زیبا بود شرم الشیخ، خالی بود. به هر حال مردم مصر وقتی حرکت تمرد، جنبشی که با 20 میلیون امضا و به خیابان آوردن 30 میلیون شخص باعث سرنگونی محمد مرسی شد، وقتی اونا اومدن اینجور قاطعانه و از او حمایت کردن، شباب، جوانایی که جنبش جوانان مصر رو در واقع پایه‌گذاری کردن، اومدن اینجور حمایت کردن، اینا به نظر من خیلی مهمه. حال البته سیسی مطالبی میتونه بهش لطمه بزن، درگیری‌های خیابانی منجر به کشتار زیاد بشه، میتونه لطمه بزن. نیروهای ارتشی و انتظامی از عهده اخوان المسلمین بر نیان، اونا بتونن خسارت وارد کنن، آتش بزنن، آدم بکشن و از این کارا. منتها این احکامی که صادر شد برای 529 نفر محکوم به اعدام، این احکام یه مقدار ایجاد وحشت کرده و اخوان المسلمین ترسیدن. گوین که من بهتون گفتم مطمئنن اینا اعدام نخواهند شد، ولی به هر حال این وحشت در بینشون افتاده. سیسی آمد در واقع چهارشنبه شب، شورای عالی نظامی مصر تشکیل شد، او استعفا داد که ژنرال صدقی صبحی که فوراً درجهش بالا رفت و به سپهبدی رسید به وزارت دفاع مصر منصوب بشه. هم سیسی و هم ژنرال صدقی هر دوشون کسانی هستند که تحصیل کرده در آمریکا، بریتانیا، سندهرس رو رفتن، کالج سندهرس، و دوره‌های عالی دیدن و هر دو از برجسته‌ترین افسران مصری هستند. ژنرال سیسی در این حال قدرت اداره امور خود رو نشون داد، چه در مقام یک فرمانده نظامی و چه در مقام یک شخصیت سیاسی نشون داد. حرف زدنش بسیار دلچسب بود، منو به یاد عبدالناصر مینداخت. عبدالناصر خیلی جذاب حرف میزد. اون روزی که عبدالناصر استعفا کرد بعد از جنگ 6 روزه و اون شکست سنگین، عبدالناصر وقتی که اومد گفت ایها المواطنون، هموطنانم، من استعفا میدم و زکریا محی الدین معاونم میشه رئیس جمهور، میلیون ها مصری، حتی گوینده رادیو داشت لا لا لا، بعد که لا یا رئیس، داد زد بعد از تو هیچ کس. و حالتی شد که در 2 ساعت
از قاهره تا بغداد، از مغرب تا یمن، مردم تو خیابونا بودن و میگفتن نه نه ما با توییم. و در چه ناصر تونست دوباره اون همبستگی عربی رو ایجاد کنه در شکست. اینو یک کس باور نمیکرد، در شکست. حتی خاطرات علم جلد هفتم رو که میخونیم به اون قسمت که میرسیم تعجب میکنن چطور این که شکست خورد، چطور هنوز گردن کلوفتش داده. به خاطر این بود سیسی همین جاذبه ها رو داره. در صحبت هایی که کرد، صحبتش هم بسیار ساده، قابل فهم فلاح مصری، قابل فهم کارگر مصری و اطمینان بخش بود. گفت امروز آخرین روزی است که لباس نظامی به تن می‌کنم. پس از آن که تصمیم گرفتم به مأموریتم به عنوان وزیر دفاع فرمانده ارتش پایان بدم، عمری را در خدمت سربازی، در خدمت وطنم بودم، در خدمت آمال و آرزوهای میهنم و آرزو میکنم که این راه رو ادامه دهم. سالهای اخیر از عمر وطن نشان میدهد که هیچ کس بدون اراده و رغبت و میل مردم مصر نمیتواند رئیس جمهور شود. هیچ کس نمیتواند مصری ها را مجبور به انتخاب فردی به عنوان رئیس جمهوری کند. من با تمام فروتنیم به شما میگم قصد دارم برای ریاست جمهوری مصر نامزد شوم. این تایید شماست که منو صاحب چنین شرفی کرد. به عنوان مصری ها مأموریت بسیار سنگینی بر دوش داریم، از درگیری های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و ولی قدرت و استقامت پایداری داریم. با کرامت زندگی کردیم. به حرکت در آوردن دوباره تولید، ماشین تولید رو راه انداختن کار بسیار سنگینی است. نخواست به مردم وعده‌ای بده همینجوری بله تموم شد من میام و تموم، نه. گفت کار سترگی در پیش داریم و بازسازی کشور از این وضعیت نابسامانی که گرفتارش است این کار بسیار سنگینی است که بر دوش همه ما مصری هاست. سیسی در آغاز این جلسه در واقع گفته بود زمان آن رسیده که شما رو به عنوان یاران و دوستان و هم رزمانم در نیروهای مسلح دیگه از پیش شما برم و کار دیگری رو پیش کنم. شورا که وقتی جنرال صدقی رو پیشنهاد کرد، البته که معلومه که خود ارتش بود عبدالفتاح سیسی میخواست، نظر رو فرستادم برای آقای عدی منصور، مستشار عدی منصور، رئیس جمهوری موقت، و او بلافاصله امضا کرد و جنرال صدقی سوگند یاد کرد. و بعد جالبه که صدقی درست چیز سیسی درست زمان استفاده کرد، 3-4 روز مونده تا 3 مارس که ثبت نام نامزدهای انتخابات هست. و به نظر من الان در مصر حالت عجیبی قلیانی اونجا آدم مشاهده میکنه. دیروز داشتم گزارش‌های تلویزیون ها رو میدیدم، تلویزیون خود مصر رو، نیل فضایی و تلویزیون العربی و الجزیره که به قول معروف نغمه دیگر ساز میکنند و همش بله اخوان عصبانی هم ریختن بیرون و که گفتن نخیر ما قبول نداریم، ولی به هر حال یه چیزایی رو ناچار بودن. بی بی سی گزارش بسیار قشنگی بی بی سی عربی داشت و نگاه میکردی توده مردم مصر، مردم عادی مصر، شادمان، خوشحال، سید رئیس داره سیسی میاد، کشور درست میشه، دریایی از اونی. جوونا دو دسته، یه دسته که خیلی چپ زدن زیاد خوشحال نبودن، ولی دسته اکثریت خوشحال بودن. اسلامی ها، حزب سلفی نور حمایت کرد از سیسی. این سوال پیش میاد که بعضی میگن آقای حزب سلفی نور با این قیافه آفرد. من آقای نادر بکار سخنگوشون رو اخیرا دیدم و باش مفصل حرف زدم. اولا بسیار آدم روشنی بود، برخلاف همونه که دماغش هم عمل کرد،
برخلاف این آدم خورانی که میبینیم به اسم سلفی، نادر خیلی آدم روشنی بود، کراوات بسیار شیکی زده بود و خیلی مرتب، و در یک کنفرانس با هم بودیم و با هم صحبت کردیم. اینها بعد از شکست اخوان، بعد از شکست تجربه اخوان مشاهده کردن دو راه بیشتر ندارن، یا بعد دنبال اخوان برن که سرنوشتشون بهتر از اخوان نخواهد بود، یا اینکه راه خودشون رو جدا کنن که شما و نمایی از اسلام سیاسی در حیات سیاسی مصر ادامه پیدا کنه، تداوم داشته باشه. آمدن انتخاب کردن، در این چند ماهه اغلب تصمیمات دولت موقت رو پذیرا شدن، نقشه راه تحولات بعدی رو تایید کردن و در مجموع تلاش کردن خود رو، حزب نور تلاش کردن خودشون رو به عنوان گروهی نشون بدن که درست این ریش رو دارن و به چیز داغم چسبوندن، پیشونیشون قلمبه شده، ولی با زبان امروز حرف میزنن. خیلی بر من جالب بود که اینایی که بعضی هاشون افکار متحجر و خیلی عجیب غریبی دارن، ولی یه دفعه عوض شدن، هم در ظاهرشون، هم در حرفاشون، در برنامه های تلویزیونی که من مشاهده میکنم، باز زبان و سخن دیگری وارد بازی شده. بنابراین اینو من بهتون میگم، زیادم جامعه نمیدونم گوی بلورین نمیخواد که پیشبینی بکنه آدم. فضایی که در مصر حاکمه به غیر از سیسی رو نمیخواد. سیسی اوردی در واقع مورد تایید اکثریت مردم قرار گرفته. آقای حمدین صباحی آدم با شرفی است و در انتخابات هم شرکت خواهد کرد، ولی امکان برنده شدن اصلا نداره و من تصور میکنم در همون دور اول سیسی با اکثریت آرا انتخاب بشه. تیمی که سیسی درست کرده خیلی تیم جالبی. از یک طرف شما حسن الهیکل رو دارید، استاد حسن الهیکل، رئیس مدیر روزنامه و سردبیر الاهرام در زمان عبدالناصر، مشاور او، نویسنده خطبه‌هاش که میگویند سخنرانی‌های جنرال سیسی رو او می‌نویسد و اگر سیسی به ریاست جمهوری برسه او در مقام مشاور رسانه‌ایش فعالیت خواهد کرد. خیلی مهم. آقای عمرو موسی که خود جزء نامزدهای دوره قبل ریاست جمهوری بود، با همین آقای حمدی صباحی، جنرال احمد شفیق، عمر علی، خالد علی، و در واقع نامزد ریاست جمهوری بود دکتر ابوالفتوح، آقای عمرو موسی با اون سابقه طولانی در وزارت خارجه مصر و سپس دبیر کلی اتحادیه عرب در کنار جنرال سیسی است و گفته می شود که او نخست وزیر سیسی خواهد شد. احتمال داره وزیر خارجه فعلی در کارش بماند. آقای فهمی از یه خانواده برجسته میاد، پدرش وزیر خارجه سادات بود، سر رفتن به اسرائیل با سادات اختلاف پیدا کرد، اینقدر شخصیت توش گفت من قبول ندارم این راه رو، استعفا داد. و این اهمیت بسیاری داشت که در واقع از یک خانواده میاد که سابقه هدایت سکان دیپلماسی مصر رو بر عهده داشت. بسیاری از شخصیت‌های برجسته ممکنه در کابینه سیسی حضور داشته باشن. من میگم همه حرفای پیشاپیش، هر اتفاقی میتونه بیفته، ولی اگر اتفاق عجیب غریبی نیفته سیسی برنده انتخابات خواهد بود و مصر میتواند از نیمه سال تقریبا دیگه نفس راحتی بکشه که کار رو به کاردان سپرد و این کاردان بلده چجوری اوضاع رو هدایت کنه، روبرا کنه که از این وضع آشفته بیرون بیاد. خب میمونیم، حالا خبرهای مصر هم بعدا دنبال میکنیم. یه چیزی که من خیلی برام عجیب بود جدای از مصر، حرفایی بود که آقای رامسفیلد، دانالد رامسفیلد، وزیر دفاع پیشین آمریکا در دوران جورج بوش در رابطه با آقای اوباما زد. خیلی حرفای سنگین بود.
در محیط سیاسی آمریکا ممکنه دو حریف به هم حمله کنن، جمهوری خواه با دموکرات، دموکرات علیه جمهوری خواه، ولی معمولا یه ضوابط خاصی رعایت میشه. و رامسفیلد اومد در فاکس نیوز اعلام کرد اگر یک میمون رو هم تربیت کرده بودن بهتر از اوباما سیاست خارجی رو اداره میکرد. اگر یک میمون رو تربیت کرده بودن او میتوانست کار بهتری در اوکراین بکنه، قدرت نمایی بکنه. و بعد به شدت از او انتقاد کرد، آقا تو عراق رفتی، عراق رو بازدار کردی به جمهوری اسلامی، پاشت اومدی در افغانستان با کرزای درگیر شدی، نتونستی قرارداد دفاعی رو با کرزای امضا بکنی. اینا خیلی لطمه، یعنی واقعا آقای اوباما لطمه زد به جایگاه ایالات متحده. امریکا امروز قدرت درجه اول دیگه نیست، دیگه از اون جایگاه ویژش اومده بیرون. باز خبر دیگری که منو متأثر کرد و متأثر، گزارش که عفو بین الملل منتشر کرده بود، فکر کنید از نظر، یعنی با نسبت جمعیت، جمهوری ولایت فقیه مقام اول رو در دنیا یه بار مقام اول پیدا کرده، مقام اول رو در تعداد شهروندانی که اعدام کرده دارا شد. چینی ها با 1.5 میلیارد جمعیت 778 اعدامی داشتن، جمهوری ولایت فقیه با 75 میلیون 369 اعدامی، و جالب عراق هم رتبه سوم رو با 169 اعدامی به دست. حالا عراق درگیر با تروریست هاست، خود میلیشی های آقای مالکی میره میزنه میکشه، از اونور اونا میکشن، جنگ شیعه و سنی کرد و عربه متاسفانه. ولی خیلی دردناکه که آدم میبینه آقای روحانی در واقع سالی که نکوست از بهارش پیداست در این زمینه کوتاهی کرده و مانع از اون نشده که اینجور نکود. دو تا عرب الان خانواده های خالد موسوی و علی چبیشات گفتن که وزارت اطلاعات این دو زندانی رو 8 روز پیش به مکان نامعلومی بردن که ممکنه اعدام قریب الوقوعشون باشه. در آبان ماه 91 این دوتن به اتفاق تعداد دیگر در اهواز دستگیر شدن و 8 ماه پیش در دادگاه انقلاب به مرگ محکوم شدن. چه می شود روزی که سوگوار مرگ نباشی، مرگ آزادگان و مبارزان. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا دوشنبه همه شما عزیزانم رو به پروردگار عاشق می سپارم. شفت مصر لسه ما حروحها.
شفت مصر السماح روحها والشهامة مصر والكرامة هي والخلود في مصر والتاريخ في مصر والهرم في مصر 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 هي أمي نيلها هو دمي شمس أقصى ماري شكلها في ملمحي حتى لوني أمحي لتفيد يا مصر 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 يا أرض المحبة يا غالية يا مصر رحنا ونراب لحياتك يا مصر يا أرض المحبة يا غالية يا مصر رحنا ونراب لحياتك يا مصر لولا كان ميلادي في أرضك يا مصر واتمنيك يا بلد